اونقدی هم که از خلصه و پایه بدم میاد از کسی بدم نمیاد تو رپ آم برادر بزرگتر بهمندی بیادم رفت کس خود ازم چی؟ با فامیلاشونه فکرم برادر بزرگتر بهمندی رفت کس یعنی از اونم بدم میاد یعنی ما برم آفرین داشت زیاد فوکس نکن رو چیزایی که تو زندگی بدت میاد رو چیزایی که خوشت میاد و فوکس کن خب اما میلاد پایه واقعا رپ کردن و با کس گفتن اشتب گرفته داشت تو توییتر رو با محل کس گفتن شته گرفتی یکی این عرفان پایدار رو از برق بکشه اون هنر عرفان اینه که تو آهنگ تهرانه آره رو که پای جز داد که پای جز داد آهنگ مثلا آخرش صرف ریدن تو آهنگ میاد میگه تکیلات رو خودت درست کرد اسکل او اصلا اون تو تهران آره نیست اون تو دم است کامنت بعدی گفت توییت بعدی میخوام بدونم تو این بیفزت بازی و پایدار پایا پایدار بیاد وسط کسی خواهد است دیسش کنه نه خدایی میخوام بدونم منم هم میخوام بدونم حقیقا کنه هل بیف نیستم من نظرم. هنر جای دعوا نیست کلا خوشم دو نفر دعوا میکنن من نگاه کنم دعوا دعوا من جا امینم بودم تا یه حرکت رپ پسندانه با پایا فیت میدادم کاش تو جای امینم بودی با این ویدیو که قاف از پایا و جیدال گذاشت رپ فارسی خیلی فیچیده شد او پیچیده چرا پیچیده نشد که بابا دیگه هاشی هست دیگه پیش میاد رپی که پایا می نفسه واقعا روی اسید قویه و چیزی غیر معمولی خیلی خاص و عجیب رپ می خونه آره از دم اگه اسید نزنی فقط به عمق بری و دقت کنی کافیه ولی خب اسید کمک میکنه بیشتر با مگی به عمق بری مگه حالا می به عمق برین برین اسید بزنیم تراناره یکی از بهترین موزیکای پایا و بهترین موزیکای رپ بود ولی خب پایا الان دیگه مخ... مخی براش نمونده داداش نظر تو بنداز تو صندوق پیشنهادات نمیدونم کی کجا چه جوری اشتباه کرد که حالا به فنهای ونتونز و پایو و جی جی میگن رپ باز آه یعنی تقصیر ما این چی شد این یعنی شما رپتون خوب نیست به طرف دارتون رپ رپ باز یعنی چی به طرف بقیه چی میگن رپ من نفهمیدم اینو واقعا زندونیا زندونبان زندونیای زندونبان زندونیاین اگه پایا گفته بود میگفتی چیزی زده علی سوال نارو عذیت نگان پایا نشون داد رپ کردن قیافه نمیخواد جی جی نشون داد رپ کردن هیچی نمیخواد نه صدا نه قیافه نه تکس خوب تو هم نشون دادی تویت گذاشتن هیچی نمیخواد نه ایده حتی نه میتونیم به پایا وقتی با صدای پایین رپ میکنه سالها گوش کنم عشق هسته داشت میرا در گوشت رپ کنم برات پایا با حساب مثبت سوء استفاده مواد رو روی رپ رو پایا با مثبت سوء استفاده مواد روی رو کردنه داریش توهکار ملتفت سابق نمود من... نموده منفیشه داشت کلا خب نمیدونم من موافق نیستم با نظر تو اصلا سبک رپ کردن پایا رو خیلی دوست داشتم قدیما یه حالا جدیدا مگه بگو از چی خوشت میاد که ما بفهمیم چی شد اینجوری شد پایا خیلی باستاده از گوندهای های رپ فارس هم بهتره پایا چشمی داشت در حالت چه تیپ پایا گوش کنید تازه این فهمید پدر رپ فارسی کیه نوکرتم. کرتا داریش تحکار اینقدر زده داره از خلصه هم پایا تر این قوی بود ها دمت گرم داشت خندیدیم پایا یکی از باسته داد های نسل جدید رپ بود که متاسفانه اونقدر را نتونست بولد بشه راجی بیا ببین انقدر بلده، کلفته فکت آنگه افسر نگوات تیک تاک و پای یکی از برترین کارهای تکنیکی تاریخی رپ فارسی هاره خیلی هم وقت گذاشتیم روش تکنیکی و اینا با هم دیگه رفتیم شمال 4 تا 5 تا افشینا با هم خیلی کار کردیم رو موزیک تکنیکیه واقعا قبولم با یه جوری خوب رپ میکنه راجب دراگ که من میخوام دراک ادیکت بشم ها. دوش نه ربطی نداره من دراگ میزنم موزیک میسازم که تو مثلا بری اون حسی که من از دراگ میگیرم و تو از موزیک بگیری اگه که مثلا این جوریه که یه جوری میکنه که اینا میترسی مثلا احساس کنی تعهد برای تو نیست نرو برو سمت کاری که برای تو همیشه و حسی نداری به کاری نرسنت الان داریوش آجی اینا رو داریوش بگیم بیاد بخونه <تصفح> الان داریوش آکار و خسته شدن براتون سلطان لشه رب وگرنه که پایا ستون لشه قدیم بود و جدید و آینده است داداش ستون متون من نمیدونم دیگه ستون باید سقف و داره ولی کلا مقایسه کار جذابی نیست عزیز دلم مثلا به نظرم وقتی که با چهار نفر حال میکنی با هم مقایسهشون میکنی خیلی داره ظلم میکنی دیگه و هر حال با یکیشون هم یک کمی حال کردی حالا اینکه زو مقایسه کنی بگی این بهتره اون بهتره کار قشنگی نیست دیگه کلا ما رو سیستم رقابتی کرده داشتم به تو میگفتم تو رامراج رقابتی بودن خوب نیست اگه میخوایم این بازی رو ببریم بعد همه با هم باشه آهنگ تهران از پایا راحت تو پنج تا آهنگ اول رپ فارس قبول دارم کاش نسل جدید رپ نمیکردم ولی پایا همیشه اینجوری رپ میکرد چی جوری بگو کار تو بکنی آقا پایا چقدر ضعیف شدی رپ فقط رایمینگ خوب نیست داداش تو به ما بگو رپ چیه ضعیفی از خودت قرونت باشم همه چی به زاویه دیدت بستگی داره رپای نسل جدید عمل کردی مشابه قرص خواب دارم به قول پایا کاش خودتون هم لش بودیم به جای لباستون من اونقدر گوش ندم ولی ببین به هر حال من فکرم هم تو همسر نو سال منی خب و رپای جدید برای همسر نو سال های اوناست دیگه خب تو نمیتونید حس کنی اونا داشت پیر شدیم دیگه پایا هم توی رپ فارسی ایف شد که پیام صادقیان توی فوتبال داشت نمیدونم من کیه پیام مثلا تو فوتبال چی شده و اینا فوتبالی نیستم اونقدر ولی من حیف نشدم من خودم عشق میکنم با زندگیم و چیزی از رپ فارس گرفتم که تو شاید از خیلی چیزا نگرفتی پایدار بازم میگم به جز پایا بی تربیت کراکترهای رپ فارسی میدونی شباهت کاگان و جی, جی چیه جفتشون جی استرک از ترک از <applause> بچه ها بیف و پایدار منو درگیرش نکنین برای اینکه من دوست دارم بچه های زد و پایدارم که خانواده من بزن شبکه سه پایا داره رب میکنه بابا گاید این رو من شبیه هستم دیدی این اکس جوانی های بابا شبیش چرا جب این چیزی نیستش که بابا شبیش هم بابا یکی از تصفیر های قشنگم توی رب مرسه پایا توی آهنگ دم صحبه هست اصلا نمیشه ازش خسته شد توش عشق کن برای اجرا کردیم مدل جدید تقریبا همه کسایی که فن رپ فارسی بودن یا هستن یه دوره تهران پایا پاره رو ریپیت گوش میکردن اگه اینطوری باشه که خیلی خفن از اون چیزی هم که خودم هم فکر میکردم. همه که نه یه سری هم دیگه سلیمشون فرق کشترین فیس رپ فارسی قبل سکته امیر خلوت پایا بود اجازه داشت اینا خیلی گیه من کامنتی ندارم رو پسرایی که راجع به ظاهرم حرف زدن خیلی جالبه پسر راجع به ظاهر پسرای دیگه حرف میزنن تو قاعدتا بگیری دوست دختر فابت خواهرت مامانت اینا همه با این حال میکنن با فیس هم حال میکنن با فیسش حال میکنن پایا گنده تر از کل رپرای رپ فارسی چاپ گرفتم قبول دارم داشت تمام شدی آخری خیلی خوب بود تاکید میکنم <تصفح>